علی جمعه در گفتگوی تلویزیونی بر اهمیت و ارزش نامه مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام به مالک اشتر تاکید کرد این عضو ارشد دانشگاه الازهر مصر که در برنامه مصر سرزمین صالحین سخن می گفت در ادامه افزود هنگامی که امام علی ابن ابی طالب در سال 37 آمد محمد ابن ابی بکر را به مصر اعزام کرد تا فرمانداری این سرزمین را بر عهده بگیرد اما ارتش امروبن آس او را کشتند بعد از آن امام علی علیه السلام مالک اشتر را اعزام کرد و به وی نامه بلند بالا نوشت که اهمیت ویژه‌ای در زندگی ما دارد وی در ادامه افزود محمد عبده این نامه را در مصر بازنش کرد در سازمان ملل متحد هم اهمیت ویژه‌ای به این نامه داده شد و دبیر کل وقت سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل ویژگی و اهمیت این نامه باید عبارتهای آن در زمینه حقوق بشر بر روی سنگ حکاکی شود و بر دیوار این سازمان نصب شود علی جمعه همچنین گفت منظور دبیر کل وقت سازمان ملل دقیقا آن سخن امام علی علیه السلام بود که فرمود انسانها دو دسته اند دسته برادر دینی شما هستند و دسته دیگر همانند تو مخلوق خدا هستند این عضو ارشد دانشگاه الازهر مصر افزود امام علی علیه السلام در بخش از نامه خود به مالک اشتر فرمود تو باید با زیر دستان خود بخشنده و مهربان باشی و باید در حکومتداری منصف و عادل باشی و باید مدیر خوبی باشی و ها را به طور عادلانه تقسیم کنی و باید با خلق خدا رفتاری انسانی داشته باشی چه از دین و مذهب تو باشند و چه غیر از آن این عبارتها مسئولان سازمان ملل متحد را حیرت زده کرده و موجب شد چنین تصمیمی بگیرد